چندین اداره به شمول نیروهای انتظامی دست به دست هم بتن، حتی کارخانه ها و جاهایی که اتباع غیر مجاز احتمالش میرده اونجا مصروف هستن. طرح ضربتی چند مرحله ای را به خاطر ترد اتباع به خوبی و به شکل بسیار عالی انجام داده. تقریبا همون پلان را که اینا گرفته بود به خاطر ترد اتباع، اتباعی غیر مجاز البته، همون مرحله را به شکل خوبی پشت سر گذرانده که متاسفانه باز هم به خاطر ترد ضربتی اتباعی غیر مجاز در این جلسه صحبت های صورت گرفت. درود و سلام همراهان گرامی، وقت شما بخیر. امیدوار هستم هر کجایی که هستین جور و صحتمند و سرحال باشین. دوستان نهایت عزیز، دیروز یک جلسه در استانداری گلستان برگزار شده بود که متاسفانه باز هم به خاطر ترد ضربتی اتباعی غیر مجاز در این جلسه صحبت های صورت گرفت که ابراهیم اصلانی به خاطر تقدیر و تشکری از سردار دادگر فرماندهی انتظامی نستان و به خاطر از اینکه طرح ضربتی چند مرحله ای را به خاطر ترد اتباع به خوبی و به شکل بسیار عالی انجام داده. تقریبا همون پلان را که اینا گرفته بود به خاطر ترد اتباع، اتباعی غیر مجاز البته، همون مرحله را به شکل خوبی پشت سر گذرانده و تارگت را که برای خود تعیین کرده بود او تارگت را پورا کرده، ولی گفته که این کفایت نمیکنه، باز هم باید چندین اداره به شمول نیروهای انتظامی دست به دست هم بتن، حتی کارخانه ها و جاهایی که اتباعی غیر مجاز احتمالش میره اونجا مصروف هستن، مصروفی چی در کارخانه های تولیدی باشه، چی حتی در زمین های کشاورزی ایجابات چک شوه، نظارت صورت بگیره. اگر اتباعی غیر مجاز در اونجا مصروفی کار کردن و فعالیت فعال هستن، دیگه اونا هر چی زودتر یک طرح ضربتی دیگه به خاطر ترد اونا صورت بگیره که متاسفانه خبر بسیار بدی هست، به خاطر از اینکه ما و شما شاهد اعلانی ازی بودیم که برگه سرشماری بعد از تاریخ 28 تیر دیگه قابل چلیش نیست و افغانهای ما هم که در ایران هست اکثریتشان دلشان به همون برگه شناسایی سبز رنگشان خوش هست که او هم اگر بعد از 28 تیر ناشل شوه و کدام طرح دیگه هم فعلا به خاطر از اینکه اعتبار ساماندهی بکنه وجود نداره، به این معنا هست که تقریبا بالاتر از 80% افغانهای ما در استانهای مختلف ایران به خصوص استان گلستان اعتبای غیر مجاز گفته میشه. دیگه نمیفهم کدام طرح جدیدم روی دست خواد گرفت دولت ایران و یا خیر، که قبلا همکار ما راجع به ترد ضربتی در استانهای دیگه هم گزارشات ساخته و این بار از استان گلستان رو شروع کردن اینا و بعضی دوستا گفته بود که یک طرح جدیدی که توزیع کارد هوشمند هست و در بدل 11 میلیون افغانی در بعضی استانها شروع شده که ما روی این موضوع سخت جدی تلاش میکنیم که یک منبع موثق در از یک جای مطمئن تر سوال بکنیم که آیا این خبر واقعا دقیق هست یا خیر، ولی اکثریت دوستای ما میگفتن که ما رفتیم نوبت گرفتیم که چند وقت بعد نوبت ما میرسه. انشاءالله ما هم کوشش میکنیم که خبر واقعا پیگیری بکنیم که دقیق است یا خیر، انشاءالله برای شما این انعکاس خود دادیم. دیگه دوستایی که فعلا در استان گلستان هست خیلی خیلی متوجه خود باشین، به خاطر از اینکه جلسه ای که در استانداری گلستان برگزار شده بود به خاطر بود که شروع شدن طرح جدی به خاطر ترد اتباع روی دیس باید گرفته شود، به همکاری چندین نهاد که جمله نیروی انتظامی هست، دیگه باید در همه جا سر بزنن، جاهایی که احتمال مرفانها در اونجا هست باید همگیشان برگه های هویتیشون باید چک شود، بررسی شود که نا مجاز هست یا غیر مجاز. هر کسی که غیر مجاز هست باید به شکل جدی و خیلی زود اونا اخراج شود، یعنی رد محض شود. دوستان خبری جدیدی بود که
خدمت شما تقدیم کردم. امید است که تا آخرین لحظات بیننده بوده باشید. تا خبری دیگه و گزارش دیگه شما را به خداوند کریم و رحیم بسپارم. خداوند یار و نگهدار شما.